بسم الله الرحمن الرحيم. رأيك اللي قاعد فيديوهات تدرس مسؤولية السياسية الاقتصادية تحت خدمة شؤون مؤسسين عزيز قرار الدولة مشخصة بس كده على الفيديو قبل خدمة شؤون بيهون شوت بس التوزيع انت قرار بكتري در هفته پنجم درس قرار داریم. عنوان درس این هفته سیاست های مالی می باشد. هدف درس این هفته آشنایی محصولان با سیاست های مالی و اثرات این سیاست ها خواهد بود. فعالیت های درسی و آموزشی هم شامل لکچر، بحث گویی و سوال و جواب و روش ارزیابی این بخش درسی هم امتحان را شامل می گردد. فرست مطالب این هفته درسی شامل مقدمه ابزارهای سیاست مالی درآمدهای دولت مخارج دولت سیاست انبساطی مالی و سیاست انقباضی مالی می باشد. در مقدمه این بحث درسی می‌پردازیم به اینکه اهداف اقتصادی که دولت ها روی دست دارند و آنچه که قبلا هم بیان شد معمولا برای رسیدن به این هدف حربه ها و ابزارهای گوناگونی وجود داره که دولت ها میتونن از اونها استفاده بکنن. به همین تناسب خوبه که برای رسیدن به هدف یا هدف خاص اقتصادی با توجه به امکاناتی که وجود داره و آنچه که مقدوره و محدودیت ها و اجبارهایی که هم وجود داره با آن هم کوشش برای خواهد بود که از ضربه ها و ابزارهای سیاست های مالی پولی به درآمدی و حتی در کنار اینها هم ابزارهای اسعاری و تجاری هم میشه که مورد استفاده قرار بگیره تا با استفاده از این ارباب ها و ابزارها به هدف خاص اقتصادی دست پیدا نماییم. اما در این فصل درسی و در هفته پیشرو ما فقط به ابزارهای سیاست های مالی می‌پردازیم و در جلسات بعدی با ابزارهای پولی اسعاری و تجاری هم مطرح بحث قرار می‌گیرد. و این ابزارها در مجموع به عنوان عناصر تشکیل دهنده سیاست اقتصادی محسوب بشه. در بررسی هدف ها مسئله عمده اینه که سیاست مداران اقتصادی به دنبال چی هستند، چه کار میخواهند انجام بدهند، چی کاری میتوانند سیاست مداران اقتصادی انجام دهند، یعنی هدف عمده و کار و مسئولیت عمده چی خواهد بود. به همین تناسب که سوال عمده و اساسی که در مسائل علمی مطرح بحث قرار میگیره این زمانه که ابزارهای سیاست اقتصادی کمک میکنه به اینکه سیاست مداران به دنبال چی هستن و چی کار میتونن انجام دهند. معمولا با بررسی وضعیت موجود و یا آنچه که هست و هدف و یا آنچه که باید باشه اتفاوت وجود داره و این فاصله بین حالت هست و حالتی که باید باشد از طریق ابزارهای کاربردی سیاست های اقتصادی میشه که از بین بره. پس همینه که سیاست مداران و تصمیم گیرندگان عمومی تلاش میورزند تا با استفاده از ابزارهای مرتبط بتونن فاصله بین وضعیت و هدف را از بین ببرند و به هدف مطلوب دست پیدا کنند.
برای تعمین هدف و مسائل خاص امکانات متفاوتی وجود داره و همینه که باید برای هدف های خاص و یا برای تحقق هدف های خاص از ابزارهای خاصی کار گرفته بشه که با سهولت تمام به هدف دست پیدا کنیم، که یکی از ابزارهای مهم قبلا هم اشاره شد ابزارهای سیاست های مالیه که ابتدا میپردازیم به تعریف سیاست مالی. ابزاری که دولت برای کنترل و اثرگذاری بر اقتصاد روی دست میگیره، این ابزارهای دولت معمولا به عنوان ابزارهای سیاست های مالی یا فیسکال پالیسی عرض وجود میکنه که با توجه به ماهیت بازارهای متفاوت سیاست های مالی میتونه اثرات گوناگون در بازار کالاها و خدمات بر جای بگذاره. معمولا سیاست ها هم بر عرضه کالاها و هم بر تقاضا به محصول کالاها، به تقاضا به خدمات گوناگون، روی میزان تولید و عرضه خدمات و همچنین روی سطح قیمت کالاها و خدمات تاثیر وارد می کند. معمولا این اثرات باعث تغییر در درآمد خواهد شد، باعث تغییر در سطح مصارف و هزینه ها میتونه بشه که همه و همه به عنوان ابزاری که دولت روی دست میگیره و به عنوان ابزار سیاست های مالی مورد استفاده قرار میگیره. ابزارهای سیاست های مالی به چند کتگوری تقسیم شده که یکی از ابزارهای سیاست مالی مالیات هاست، ابزار بعدی مخارج دولت، استقراض یا قرضه گرفتن و سوبسایدی هایی است که به عنوان ابزارهای سیاست های مالی مورد استفاده قرار میگیرد. ابزار اول مالیات به عنوان ابزار سیاست مالی یا به عنوان ابزار مالی سیاست های اقتصادی که میتونه این ابزار تاثیرات متفاوت در سطح تقاضای عمومی در اقتصاد ایجاد بکنه و دولت ها کوشش میکنن که برای رسیدن به هدف های اقتصادی خاصی به شمول ثبات سطح عمومی قیمت ها، تامین اشتغال کامل و تجربه رشد اقتصادی رسیدن به چنین هدف های می طلبه تا با استفاده از ابزار مالی دولت ها در راستا فائق بیایند. مثلا اقتصاددانان کینزی باور به این دارند که اگر دولت مخارج خود را افزایش بده و به همین ترتیب نرخ‌های مالیاتی را کاهش بده، این میتونه دو ابزار بسیار عمده برای تحریک تقاضای عمومی باشه و اقتصاد را از حالت رکود نجات بده، یعنی یک تحرک خاص در عرصه تقاضای عمومی به وجود میاره و تقاضای کل وقتی افزایش پیدا بکنه، اقتصاد از حالت رکود نجات پیدا کرده به سمت بیبود و رونق اقتصادی حرکت میکنیم. و برعکس زمانی که در وضعیت تورم اقتصادی به قرار بگیریم، دولت میتونه از طریق کاهش مخارج دولت و همچنین از طریق افزایش نرخ‌های مالیاتی دوباره اقتصاد رو بالا تعادل بکشانه و از حالت نوسان و تموج جهات اقتصادی نجات پیدا کنیم. عربی دیگه میتونه استقراض باشه. معمولا زمانی که دولت ها با کسر بودجه مواجه میشن یا با کسر مالی مواجه میگردن،
نمیتونه دست به استخراج بزنن و از طریق قرض گرفتن دوباره همونا کسر مالی از بین ببرید. ابزار خاصی که میتونه کمک بکنه انتشار اسناد قرضه و نشر سهام قرضه، سهام قرضه ممتاز میتونه برای تامین سرمایه کمک بکنه و کشور از حالات کسر مالی نجات بده. معمولا علاقه خاصی که به پرداخت و یا کسب قرضه میتونه در یک دوره ثابت باشه یا در دوره های نامحدود اتفاق بیفته. اگر علاقه به سرمایه خیلی زیاد باشه و همچنین ملت ها نتونن باز پرداخت قرضه ها رو دوباره روی دست بگیرن، کوشش برای خواهد بود که از ابزارهای کمک های بلای وضع هم کمک بگیرن. معمولا شاید دولت ها بدانه که نتونن پرداخت قرضه ها به دولت های گوناگون هم بپردازن، طبیعیه که با استفاده از قرضه گرفتن از مردم و یا استقراض دولت از مردم هم و یا استقراض دولت از نهادهای مالی هم با اشاره بکنیم و دولت در راستا فعالیت های لازم را انجام بده. با دو مقوله دیگه ما اینجا سر و کار خواهیم داشت که یکی از نمونه ها سیاست مالی این بساطی می باشد. سیاست مالی این بساطی زمانی اتفاق می افته که ما با مازاد مخارج دولت نسبت به درآمد مالیاتی روبرو باشیم و این معمولا در دوره های رکود اقتصادی اتفاق می افته. یعنی هدف عمده اینه که دولت فعالیت های مالی گسترش بده و با گسترش دادن فعالیت های مالی از رکود اقتصادی جلوگیری صورت میگیرد. در این وضعیت کوشش بر اینه که مخارج دولت افزایش پیدا بکنه و نرخ‌های مالیاتی کاهش پیدا کنه و هر دوی این مقوله میتونه که کمکی برای مهار رکود اقتصادی داشته باشه. یعنی در دوران رکود دولت از طریق کاهش نرخ‌های مالیاتی و افزایش مخارج عمومی میتونه که روند فعالیت‌های اقتصادی گسترش بده و رکود اقتصادی مهار کرده. در کنار سیاست مالی این بساطی ما با سیاست مالی انقباضی روبرو میشیم. این سیاست مالی انقباضی زمانی که مخارج دولت کمتر از درآمد مالیاتی باشه اتفاق میفته و معمولا دولت متعهد به پرداخت بدهی‌های عمومی خواهد بود. در این وضعیت زمانی که ما با رونق اقتصادی روبرو بشیم باید امکان داره باز که شاید در وضعیت تورم اقتصادی قرار بگیره. در این زمانی که تلاش میگردد تا از طریق افزایش نرخ‌های مالیاتی و کاهش مخارج دولتی و یا ریاضت اقتصادی دولت کوشش کنه که میزان درآمدهای زیاد جمع آوری و از این فرصت استفاده بکنه که بدیهای دولت را هم پرداخت بکنه یا قرضه هایی که قبلا از مردم و نهادهای ملی و حتی سایر ملت ها اخذ نموده باشد در این وضعیت با جمع آوری درآمدها
اقدام به پرداخت قرضه ها و بدهی های دولت نماید. چنین اعمالی میتونه بیان کننده سیاست مالی انقباضی، یعنی دولت در واقع محدودیت های مصرف را ایجاد میکنه تا اقتصاد از حالت رونق و تورم به حالت متعادل آن برگردد و به تعادل اقتصادی دست پیدا کند. یک مقایسه هست سیاست های مالی انبساطی و انقباضی در یک جدول خاص داره که منظور از سیاست مالی انبساطی یعنی کوشش برای اینه که افزایش مخارج دولت اتفاق بیفته و در کنار آن مالیات ها کاهش پیدا کنه. این دو ابزار مبین سیاست مالی انبساطی می باشد و به همین تناسب سیاست مالی انقباضی زمانی اتفاق می افته که دولت مخارج کاهش بده، یعنی میزان مخارج دولت کاهش یابد و مالیات ها افزایش پیدا کنه. وقتی مالیات افزایش پیدا کنه و مخارج دولت کاهش پیدا نماید، این دو ابزار ابزارهای سیاست مالی انقباضی را شامل می گردد. می پردازیم به سوالات آموزشی این هفته درسی. سوال اول اینه که سیاست مالی تعریف نمایید. ابزارهای سیاست مالی رو تونین تذکر بدیم و سیاست مالی این به سطیر به طور مختصر تشریح کنید و همچنین سیاست مالی این وزیر به طور خلاصه شرح دهید. این بود موارد مربوط به این هفته درسی. محتوای این هفته درسی پیرامون سیاست مالی بود که با نقاط متفاوت خدمت شما بیان شد. موفق و مؤید باشید.